سلام بر بینندگان بسیار عزیز تلویزیون پارس، با آرزوی سلامت و سعادت و خوشبختی و راحتی و زندگی در صلح و صفا، که البته متاسفم که خیلی این در شرایط فعلی برای ملت عزیز ایران انجام نمیگیره. قبل از هر چیز واقعا تسلیت میگم با این فوت این جوانی که در زندان فوت کردن، ولی یه چیزی رو خواستم خدمت تمام عزیزان عرض کنم که با کمال تأسف شما تعداد زیادی آدم از زندان اومدن بیرون، بعدن گفتم خودکشی کردن. به احتمال بسیار بسیار زیاد اینا افرادی هستن که بهشون استامینوفن میدن، یعنی همون تایلنول یا استامینوفن به اینا میدن، و اینا معمولا اگر 4 گرم که در حدش میشه 5 تا در حد 16 تا میشه، 4 گرم نه 4 گرم میشه 8 تا، 8 تا با هم دیگه اگه کسی بخوره، و یا اینکه 12 تا 16 تا بعد هم بخورن، اینا معمولا کاری که میکنه در عرض یه هفته اینا کبد رو از کار میندازه، و این کبد از کار انداختن متاسفانه خیلی هاشون منجر به مرگ میشه. بیشتر این افراد یا اینا هست یا اینکه ممکنه داروهای دیگری مثل دیجیتال، ممکنه چیزایی هستش که به هر حال چون اینا بعد از که یه هفته از زندون میان بیرون بیشتر میگن خودکشی کردن، ولی به جرئت میتونم بگم که حالا یه دفعه برنامه خاصی برای این بذاریم که بگیم که چه چیزایی هستش که عوامل خودکشی در بیمارانه. امروز مسئله که باز یکی از عزیزانی که از داخل ایران باز گرفتاری مرض قند داشتن، و چون خیلی از آدم ها اصلا نمیدونن که قند دارن و متاسفانه یه دفعه گرفتار میشن، تصمیم گرفتم مرض قند رو خدمتون عرض کنم که این یه بیماری بسیار بسیار وحشتناکی شده، به علت اینکه خصوصا در خاورمیانه تعداد افرادی که مرض قند گرفتن به شدت بالا رفته. به طور کلی مرض قند تایپ 2 جور داریم، یه تایپ 1 داریم، تایپ 2 داریم، ولی تایپ 2 رو من میخوام راجع به صحبت کنم که این معمولا به علت اینه که اشکالاتی در ترشح انسولین انجام میگیره، و یا اینکه ممکنه بدن به انسولینی که ترشح میشه مقاومت داشته باشه و کار نکنه. معمولا این افرادی که مرض قند دارن چیزی که برشون خیلی 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 خطرناکه یه دفعه قند خونشون خیلی خیلی پایین بیفته، و اون زمانی که معمولا آدم هاشی لرزش پیدا میکنن، عرق سرد پیدا میکنن، ضربان قند تولد میشه. کارا اگه فرصت بکنم راجع به هایپوگلاسیمی صحبت میکنم. بعد و توجه داشته باشیم که این با کمال تأسف مرض قند اگر که همین اشکالاتی که به وجود میاد، اشکال کلیوی ایجاد میکنه، کبدی ایجاد میکنه، و آگاهی مردم کاگنیتیو، یعنی اینکه به حساب درک بهتر، چون یه چیزی دیگه گفته بودم به فارسیشو من نفهمیدم که چیزیه، و یا اینکه این مسئله گرفتاری های بسیار زیادی رو در جوونا که ایجاد میکنه. البته مرض قند در جوونا از اولش خیلی شدید نیست، باید توجه داشته باشید که در بچه ها به شدت داره چاقی بالا میره که نبایستی راجبه صحبت بکنیم. چیزی که یعنی بچه ها رو باید بدونیم که باید مواظب باشیم که از این حلقوله ها و از این چیزا نخورن که اونام چاق و چیز نشن. 1.5 میلیون نفر در امریکا هر سال اضافه میشه به مرض قندی ها. حدود کل امریکا در 10% شما مرض قند داره، 37.3 میلیون آدم هستن که واقعا این بیشتر گرفتار این مرض قند هستن. عواملی که موجب میشه که مرض قند کسی بگیره اینه که یکی اینه که همینطور که عرض کردم یا انسولین به اندازه کافی ترشح نمیشه، و یا بیشترش انسولین
بدن به انسولین که بخواد قند رو بسوزونه مقاومت میکنه. چاقی یکی از عوامل بسیار بسیار وحشتناک، به خصوص چاقی شکم، یعنی سنترال اوبیسیتی بهش میگن، یعنی مرکزی اون شکم. معمولا این مرض قند با افزایش کلسترول، چربی های بالا، تریگلیسیرید و کلسترول، فشار خون بالا ایجاد میکنه و اشکالات زیادی در داخل روده ها در مورد میکروبای طبیعی و غیر طبیعی در داخل اونجا انجام میکنه. خیلی از داروها هستن که احتمال داره که این داروها اگر کسایی که مصرف میکنن که مجبورن مثلا مصرف کنن، مثل همین کورتونا، گلوکورتیکوزایدا، یه سری داروهایی که برای بیماری روانی داده میشه، بعضی از داروهایی که برای بیماری های ویروسی هم داده میشه میتونن این کارا رو بکنن گاهیشون. و کسایی هستن که این افراد متاسفانه به علت وقتی که مثلا کلیهشون عوض کردن، قلب عوض کردن، یه چیز کردن، این افراد ایمینو سوپرسیوا بهشون میگن، یعنی ایمنی بدنشون پایین افتاده، اونا ممکنه بگیرن. چیزایی که عواملی که ژنتیک در بیماران خیلی زیاده، کسایی که خانوادهشون مرض قند داشتن، شانس گرفتن مرض قندشون بسیار بسیار زیاده و بایستی توجه داشته باشیم که به هر حال کسی پدر، مادر، برادر، خاله اینا چیز هستن، از اول مواظبت بکنن. کسایی که ریسکایی که داریم به طور کلی، که چه ریسکایی عامل میشه که آدما مرض قند بگیرن، یکی از اون چیزا اینه که پدر یا مادر مرض قند داشته باشن، اینا شانسشون خیلی زیادتره. یکی که برادر، خواهری که به حساب دو قلوها، اونا با شانسشون زیادتره. اونایی که بیماری پولیسیستیک اوواریان، تخمدونای چند کیستی دارن، اونا میتونن ایجاد باشن. و به طور کلی افرادی که تریگلیسیریدشون بالاست و یا اینکه لو چیزشون خیلی قسمت کلسترول خوبشون پایینه و کلسترول بدشون HDLشون پایینه و HDLشون بالاست، یادمون باشه که HDL های پایین بسیار بسیار، یعنی های دنسیتی لایک پروتئین، اگر که کم باشه میتونه خیلی ایجاد گرفتاری بکنه. و این افرادی هستن که معمولا خانوادگی بیماری قلبی هم در جوانی ایجاد میشه و خیلی از این افراد در جوانی از بین میرن. از طرف دیگه از سیاها خیلی زیاده، در لاتینیا زیاده، اخیراً در خاورمیانه به شدت افرادشون زیاد رفته، سرخپوستای امریکایی هستن و آسیایی ها هستن. و به هر حال از طرف دیگه از عوامل دیگری هم که میتونه واقعا ایجاد مرض قند بکنه اینه که آدمایی که پشت میز نشینن، تکون نمیخورن، ورزش نمیکنن و کاری نمیکنن، این گرفتاری ایجاد میکنه. ولی برای اینکه جلوگیری بکنیم از مرض قند، اگه واقعا بخوایم، بهترین درمان پیشگیریه. خانم و آقایون باور بفرمایید، وقتی که مریض میشین گرفتاری بزرگ ایجاد میشه. یکی اینه که وزن رو بایستی کم کرد، تا اونجایی که ممکنه بایستی وزن واقعا بیسیک متابولیک ایندکسشون زیر 25 باشه، یعنی طوری باید باشه که آدم ها چاق نباشن، شکمشون گنده نباشه و مقدار مواد قندی و شیرنی و این چیزهایی که واقعا استفاده میکنن و تا اونجایی که ممکنه کنترل بکنن. و یه مقدارم ورزش کردن، واقعا ورزش کردن خیلی لازم نیستش که حتی آدم شدید باشه دویدن یا فلان اینا، یک راه رفتنهای کوچیک و یا این که حتی یه ورزش هایی هستش که امیدوارم بتونم اون ورزش ها رو یه وقتی نشون بدم یا بذاریم روی وبسایتی چیزی که شما ببینین، با چیزهای خیلی خیلی آسون، مثلا شکم میشه کوچیک کرد که مثلا نمیدونم دست رو اینجوری میبرم بالا، که خیلی زیاد توی گوگل و اینا هم ازشون وجود داره.
این افراد معمولا افرادی که مرض قند دارن، بیماریایی که باشون اغلب اوقات انجام میگیره، یکیش فشار خونه، یکیش چربیه، که معمولا این افراد به خصوص متابولیک سیندروم که شامل این میشه که شکم، قوت شکم بزرگه، قند بالاست و چربی بالاست، فشار خون بالاست، این بهش میگن متابولیک سیندروم، بسیار مریض بدی. کسای دیگری که کبد چرب دارن میتونن خیلی اشکال داشته باشن و به طور کلی کسایی که بیماری های کبدی داشته باشن اونا میتونن خیلی دردسرای زیادی ایجاد کنن. وقتی که نگاه بکنیم که ببینیم از کجا ممکنه بفهمیم خودمون که ممکنه که ما مرض قند داشته باشیم، که بریم بعد این که آزمایش بکنیم، اولش اینه که آدم خیلی ادرار میکنه، خیلی میخوره، چون ایستا و خیلی هم احساس گشنگی میکنه. یعنی این افراد معمولا اینجوری هست. اوائلی که مرض قند کسی بگیره یه دفعه ممکنه که اول وزنش کم میشه، یعنی اونایی که خیلی شدیدن و ایناست وزن کم میشه، احساس خستگی، فتیگ، اون حالتی که خستگی که همیشه آدم احساس بیمارگونه میکنه اونا رو داره، چشا خیلی وقتا تیره میشه که خیلی علامه بدیه، امیدوارم که کسی به اونجا نرسه. کسایی که پاشون گزگز و مورمور و از این چیزها میشه، جای مختلف نوروپاتی های مختلف میگیرن و کسایی که مرتب عفونت های زیادی میگیرن، این مرتب اگرم عفونتی میگیرن یا جایشون مثلا بریده میشه و اینا خوب درمون نمیشن، اینا ممکنه که باشه. ولی توجه داشته باشیم که تعداد بسیار زیادی از آدما مطلقاً ممکنه علامتی نداشته باشه. همونطور که عرض کردم، برای اینکه آدم وقتی که به پزشک مراجعه میکنید قدر مسلم اینه که بعد وزن گرفته بشه، قد گرفته بشه که بی ام آی بیسیک متابولیک ایندکس رو بگیریم، بعد اندازه شکم حتما باید گرفته بشه. خانم و آقایون، کسایی که مرض قند دارین، استدعا میکنم حداقل سالی یک یا دو بار چشتون بدین امتحان کنن، دهانتون بدین دندون پزشک امتحان بکنه. بیماری قلبی بایستی 100% بیماری قلبی رو باید امتحان کرد، به خاطر اینکه اینا آتروسکلروسیس میده، یعنی خشکی عضلات میده و گرفتاری بسته شدن عروق مختلف رو میده. بعد شکم رو بایستی امتحان کرد که ببینیم واقعا کبد بزرگ شده نشده. بعد آزمایشات عصبی که میبینیم، ببینیم خیلی وقتها این اعصابشون بسیار کند شده و به اون صورت خیلی بساب اگه میزنی به پا خیلی خوب نمیپره فرضاً به عنوان مثال. بعد چیز دیگری که حتما بایستی ببینین پاهاست. پا این ناخونایی که ممکنه تو گوشت بده که خیلی بده، زخمایی که در اونجا ایجاد بشه ممکنه واقعا ایجاد دردسرای بسیار زیادی بکنه که گاهی اوقات متاسفانه به قطع عضو انجام میگیره. به طور کلی وقتی که نگاه کنیم باید بدونیم که آیا این مرض تایپ 1 یا تایپ 2. اگر اینکه مرض قندی رو امتحان کردیم اصلا انسولین نداشت، انسولینش خیلی کم بود یا اصلا نداشت، خب اون است. بعدم سی پپتاید و پوزیتیو بتا سل و اون چیزهای خاصی داره که و حتی کیتو اسیدوزیس ممکنه بگیره. ولی بیماری های دیگری هم ممکنه که مثل کوشنین که آدم خیلی گنده میشه و از این چیزا ممکنه ایجاد اشکال بکنه. تست هایی که باید بکنیم، بیشترین چیزی که بسیار بسیار مهمه اینه که قندهای سه ماهه رو امتحان کنیم. قند سه ماهه یعنی هیموگلوبین A1C از 5.7 به بالا معمولا تا 6.5 ما میگیم قبل از دایبیتیس، از 6.5 به بالا معمولا به عنوان قند گفته میشه. یا اگر اینکه کسی رو وقتی یه قندش رو میگیرین و در هر شرایطی که بگیریم از 200 به بالا باشه، این که در اروپا 11.1 ام ام اول میشه،
بعد بیشتر افرادی که وقتی که ناشته باشن از سر 26 به بالا باشه، این افراد یا که 7 باشه در انگلیس و جای دیگه، اونا میتونه که گرفتاری بود ایجاد بکنن. یکی از چیزهای دیگری که خیلی خیلی خوبه اینه که گلوکوسترونز تسته، که و یا اینکه اگر نخواهیم هم که گلوکوسترونز بگیریم 2 ساعت بعد از غذا آزمایش خون میکنیم، که اونم خیلی خوب که اگر اونم از 11.1 به بالا باشه، 200 به بالا باشه، اونم حتما هست. و یا اینکه میتونیم گلوکوسترونز تست بکنیم. دلیلی که من گلوکوسترونز تست بیشتر از همه دوست دارم به خاطر اینه که این افراد اگر اینکه مرض قند داشته باشن، اغلب اگر که بخوان این هایپوگلاسمی کمبود قند هم داشته باشن، این افراد خیلی خوب در اونجا نشون داده میشه. یعنی برای هایپوگلاسمیا بهترین تستش همین داستان هایپوگلاسمیا. اینم البته خدمتتون عرض کنم، خیلی از افرادی که چاق میشن واقعا به خاطر اینه که شما شکر که میخونه یه دفعه خیلی میره بالا، بعد به جایی که یه مقدار مناسبی انسولین بیاد، یه دفعه مقدار زیادی میاد، بعد قند میره پایین. اون میشه چی؟ اون میشه هایپوگلاسمیا. در نتیجه اگر این که بخوایم هایپوگلاسمیا نگیریم افراد، اینی که باید سعی کنیم که تا اونجایی که ممکنه این مقدار قندمون اون اندازه بالا نره. الان به قدری داروهای مختلف و چیزهای مختلف برای مرض قند اومده که حساب نداره، ولی به طور کلی خانم آقایون واقعا اگر این که بخواین درست کار بکنین، اگر اضافه وزن دارین کمش کنین، اگر این که خیلی ورزش و اینا نمی کنین، که البته من خودم شرمندم که خودم خیلی زیاد ورزش نمی کنم، ولی به هر حال بایستی کرد، بایستی واقعا بایستی، اگه بخواد زنده بمونه کسی، بخواد سالم بمونه، بخواد عقل و شعور سر جوش بمونه، اون مایلد کاگنیتیو ایمپیرمنت که آدم تون یادش میره، نمیدونم یادش میره اینه کجا گذاشته، اونه کجا گذاشته، اسم یادش میره که بخواد بگه، اگه اینا باشه ورزش و اون میتونه خیلی خیلی کمک کنه با آدم. به طور کلی چیزی که بسیار مهمه اینه که ما برای که یه دفعه خطر خیلی آنی واسمون ایجاد نشه، بیماری قلبی رو چک بکنیم که ببینیم که اشکال نباشه، فشار خون چک کنیم، فشار رو تنظیم کنیم که درست باشه، و مقدار کلسترول اگر بالاست، که اغلب اوقات کلسترول بالا هست، خانم آقایون واقعا اونایی که بیماری قلبی دارن کلسترول بدشون رو باید بیارن زیر 30، و اونایی که مرضهای دیگری دارن یا حتی ندارن، من شخصا زیر 70 میارم، برای اینکه کلسترول بد میتونه خیلی دردسرهای بسیار زیادی رو ایجاد بکنه، که امیدوارم یه دفعه اگه فرصت بشه راجع بکنیم. اگر این که کسایی که کمتر از 8 هیموگلوبین A1C‌شون هست، اینا یه مقداری سنشون متاسفانه یعنی رفته 8 و از 8 به پایین میشه، شانس این که مثل بقیه آدم ها واقعا زندگی درستی داشته باشن ندارن، مگر اینکه کاراشونو بتونن درست بکنن. برای که این افراد اغلبشون یک سری کلسیفیکیشن های خیلی کوچولو کوچولو یا بزرگ بزرگ در عروقشون ایجاد میشه، گرفتگی های ایجاد میشه، گرفتاری های بیشتری میشه، و این افراد در این به خاطر این هم هست که معمولا به علت همین عوارض و عوارض دیگری که وجود داره میتونه این کار انجام بده. از طرف دیگه هم بایستی توجه داشته باشیم که اگر کسایی که دارن دوا میخورن اینا باید مواظب باشن که این یه دفعه قندشون پایین نیفته. این هایپوگلاسمیا بسیار اونم خیلی خطرناکه، اگه خیلی پایین بیفته خب مغز به اندازه کافی قند بهش نمیرسه، اونم گرفتاری داره. به طور کلی بهترین چیزی که وجود داره، میگن بین هیموگلوبین ایمانسی بین 7 و 8 نگه دارین خوبه. البته گاهی اوقات من دیدم که یه خورده با درست
رژیم گرفتن و اینا خیلی از افراد خوشبختانه حتی میان روی 6.5 و این چیزا، ولی به هر حال بین 7 و 8 دیگه اگه بیشتر باشه بسیار ایجاد میکنه. شما بایستی توجه داشته باشین که وقتی که ما قند خون رو به صورت ناشتا که امتحان میکنیم بین 80 تا 130 بیشتر نباشه وقتی داریم دوا میخوریم، و بین وقتی که دارو میخوریم کمتر از 180 باشه. در غیر این صورت اگه بالاتر از اون است بدونی که پس قندتون کاملا کنترل نمیشه. اولین داروی که بسیار دوای خوبی هم هست، کسایی که به خصوص بیماری کلیوی نداشته باشن، بهترین دوا همون متفورمینه که یه چیزی خیلی خوبی در ایران بهش میگفتیم، چون اون موقع هم در ایران بود میدونم همه تو متفورمین همه میشناسیم خوشبختانه، برای که اون برندش بود اون موقع، الان چیز هست. و این افراد خیلی درسته، ولی اگر ببینیم که هموگلوبین ایمونسی از بالای 9 میری و اینا میره، طبیعتاً بایستی دو تا دارو بدیم، و اگر بالای 10 باشه باید 3 تا دارو بدیم، و به هر حال بایستی داروهای بیشتری رو باید داد. و حتی اگر اینکه بالای 10 باشه معمولاً این افراد رو روی انسولین گذاشتن به مراتب بهتره و ارزنده تره که ما این کار بکنیم. از چیزهای دیگری که بایستی توجه داشته باشیم، خواهش میکنم که بایستی آزمایشات ادرار بشه که ببینیم پروتئین در ادرار هست یا نه، بایستی فشار خون کنترل بشه، کلسترول کنترل بشه، وزن کنترل بشه، و اینا واقعا میتونه زندگی بسیار بسیار راحتی رو برای شما داشته بده. به طوری کلی برای عموم چه چیزایی باید بدیم و برای کسایی که مرض قند دارن، استدام میکنم حتما پاهاتون رو بدین امتحان کنن. بهترینش هم پودایتریست ها هستن، اون کسایی که فقط از وزک به پایین رو درمان میکنن، اینا همه بسیار بسیار مهمه. بایستی حتما ما آزمایشات ادرار رو بکنیم که ببین نکنه خدای نخواسته گرفتاری ایجاد شده باشه که یا کراتینین و یا بیوین بالا رفته باشه، پروتئین زیادی در ادرار باشه. از طرف دیگه کسایی که مرض قند دارن حتما سالی یک بار حداقل بایستی چشمشون دیده بشه که ببینیم که ته چشم بیمار ایجاد اشکال نداشته باشه، و توسط کسی هم انجام بگیره که واقعا بلدن، چون ماها که تو آفیس ها که باز نمی کنیم که گشاد کنیم که قشنگ ببینیم، اونا قشنگ نگاه میکنن. و بعدم کسانی که مرض قند دارن استدعا میکنم که تا اونجایی که امکان داشته باشه فشار خونشون پایین تر از 140 رو 80 بیارن، اگر نکنن ایجاد گرفتاری میشه. خب حالا ما داروهایی که به حساب درجه اول از اول شروع میکنیم، از کم شروع میکنیم به بالا، بزرگترینش همین متفورمینه که بین 500 تا 2000 میلی گرم در روز داده میشه، و بهتره که اگر این که معمولیه در چند دفعه خورده بشه، اگر از اونایی که اکستندد ریلیسه و یواش یواش میشه که هستش خیلی زیاده الان، از اینا از اونا بهتره که استفاده بکنیم. از طرف دیگه ما اگر این که بخوایم این کار انجام بدیم، بایستی مواظب باشیم که داروهایی که میدیم یه دفعه هایپوگلایسمی شدید نده. و این دارو خوشبختانه متفورمین به این دلیل که خیلی هایپوگلایسمی نمیده داروی بسیار خوبیه، معمولا این ریسکش از همه کمتره و خیلی قیمتش ارزونتره و وزنم کم میکنه. یعنی متفورمین واقعا یکی از بهترین داروهای کتاب حال برای قند درست شده. ولی بایستی توجه داشته باشیم که از بیماری های شدید کبدی و قلبی و پنکراس و کم اکسیژن، کم رسیدن به اعضا و این چیزا، بایستی به خاطر اینکه امکان داره که
چون متفورمین لاکتیک اسید رو بالا میبره، باید اینا باید مواظب بود. یعنی فقط این نیستش که کسی بگیره و اینا هیچ دیگه احتیاج نباشه که دیگه چک بشه ببینه که واقعا اشکالی هست یا نه، چون هر دارویی حتی آب خوردن هم که میدونی آب خوردن میتونه آدم بکشه، اگه زیادی آب بخوریم سدیم خون پایین بیفته، دمدم هزار گرفتار دیگه میشه و آدم کشته میشه. از طرف دیگه در همین حال متفورمین رو دارم عرض میکنم، اینو باید مواظب باشیم که نارسایی قلبی ایجاد نشه، باید مواظب باشیم که الکلیک نباشه، برای که الکل خیلی ها که الکل میخورن خب البته قد اول یه دفعه قندوی بره بالا، بعد یه دفعه واقعا شما میبینید بعد از کسایی که الکل میخورن نصف شب و اینا احساس گشنگی میکنن و این افراد باید مواظب بود. افرادی که مسن‌ترن معمولا بایستی چون ویتامین B12 بشون هم کمتره، اینا هم باید بهشون زده بشه. گاهی اوقات احتمال داره بعضی از افرادی که متفورمین میگیرن این افراد ممکنه اسهال بگیرن، که بایستی در اون صورت که اگر اسهال گرفتن بایستی دارو عوض بشه. اگه بیماری قلبی ایجاد شد، اگر بیماری های کلیوی ایجاد شد و هر کدوم از اینا که واقعا باشه که دکترتون تشخیص بدن، خواهش میکنم که حتما اینو انجام بدیم. حالا اگر این که ما متفورمین دادیم و نرسیدیم به اون هموگلوبین ایوانسی 7 تا 8، در نتیجه ما بایستی بریم دنبال دومینا که ببینیم، و یا این که اگر بیمار بیماری قلبی داره، نارسایی قلبی داره و هر کدوم از این چیزهایی که هست، اونها رو میبایستی 100% برای اونها چیز بکنیم. حالا از داروهای دومی که میاد که من حالا اسامی اصلیش رو میگم، حالا نمیدونم که واقعا بایتا، ویکتوزا، ترولیسیتی، آدلیکسین، اوزمپیک و تازگی هم که مجارنو اونم اومده، البته وگووی همون مثل اوزمپیک میمونه، اونا این هم داروهای خیلی خوبی هست. این حسنی که این داروهای آخری رو که سماگلوتاید، اینو چون ایران ممکنه شما به اسم این بیشتر بشناسین، سماگلوتاید، اینا همشون، یعنی البته اینا، البته به جز اوزمپیک سماگلوتایده و اینا و رایبلسیس قرصشه، اون سماگلوتاید اوزمپیک اینجکشنه، ولی رایبلسیس که یه دارویه که از 3 تا 14 میلی گرم داده میشه، کسایی که دوست ندارن آمپول بزنن از این استفاده میکنن، دوای خیلی خوبی هم هست. این افراد واقعا کسایی که از این داروها خصوصا استفاده میکنن، این افراد خیلی کمتر، یعنی شانس گرفتن بیماری قلبیشون و فشار خون بالاتر و گرفتاری دیگرشون خیلی کمتره، خوشبختانه اینا. از طرف دیگه هم این اوزمپیک و اینا خیلی کمتر اون حالت که کم خونی، کم قند یه دفعه خیلی پایین بیفته و اون اندازه چیز نباشه، اشکال ایجاد بکنه. این هست به اضافه این که همونطور که عرض کردم بسیار داروی خوبی هن بعد خیلی از اینا که وزن رو کم میکنن. این دارو از اوائل که اول، البته که اول که اومده بود بایتا بود و ویکتوزا، بعد ترولیسیتی زیاد شد، ولی الان چیزی که خیلی خیلی داره استفاده میشه که واقعا امریکا بیشتر داروخانه‌ام اغلب ندارن، این ترولیسیتی و ویگووی و مونجارنو ندارن الان، متاسفانه خیلی جای کم پیدا میشه اینا. البته خیلی از داروخانه‌های کوچیک اینا رو قبلا میرن یه مقدار میگیرن، استاک میکنن، میذارن اونجا، ممکنه اونا داشته باشن، ولی اغلب مثل داروخانه‌های بزرگ چینا وقتی که میرن، حالا باید اردر بدیم، حالا این کارو بکنیم، حالا اون کارو بکنیم، اینه که اونم هست. ولی حالا من یه بار راجع به این داروها خدمتتون عرض کردم، این داروها دو تا خطر خیلی زیاد دارن که اگر باشه
یکیش اینه که اگر کسایی که در خانوادهشون ماجراری کارسینومای تیروئید وجود داشت، یه نوع کانسر تیروئید، حالا به طور کلی بگیم کانسر سرطان تیروئید داشتن، من استدعا میکنم اصلا نزدیک این دوا نریم، اصلا نزدیکش نریم. یا کسایی که پنکراسشون اشکال داشته و یا اینکه الانم یه وقت اگه دل دردی چیزی گرفتیم بعد سریع بریم. ولی من خودم که الان به شما همه میخوام استدعا کنم، چون من این برنامه برای شما هست، این برنامه برای کمک کردن به مردمه، من چیزی ندارم، هر چیزی که باشه رو خدمتون عرض میکنم. من تقاضا میکنم اگر تشریف میبرین بدین آزمایشتون بکنم و از این دارو استفاده میکنین، حتما امیلیز و لایپیز و این و حتی گاهی اوقات من C19-9 اینا چیزی که بگین داروهای مربوط به چک کردن پنکراس ما که برای هم برای پنکراتایتیس و هم برای تورم لوزالمعده است و یا برای اینکه بدونیم کسی خدای نخواسته سرطان پنکراس نگیره. من خیلی خوشحالم که واقعا چند تا از عزیزانو با همین کار جونشون نجات پیدا کرده. من دارم الان یک عزیزی رو که بیش از 16 سال خدا رو شکر سالم هستن، دیگری هستش که واقعا 9 سال 10 ساله هستن، 5 سال 4 سال. علتش هم اینه که من خیلی از مرض قندیامو که مرض قند دارن به هر حال یه بار اینو میدم که اگر این معمولا تا 20 معمولا نرمال C19-9، ولی اگه میبینم مثلا این 28-29 میگم برو دو ماه سه ماه دیگه به یه دوره میتونم، اگه رفته باشه بالا دیگه اون پس که میرم دنبال بیماری این که سرطان پنکراس کسی نداشته باشه. برای که یکی از بیماری های خطرناک بیشتر آدم هم واقعا تو دو سه ماه و شیش ماه اگر درمان نشن، البته خوشبختانه تازگی یه سری درمان های خیلی خوب اومده و دارن درمان میکنن، ولی چرا که اگر اینطور باشه که ما بتونیم زود بگیریم که این منتشر از خود پنکراس نرفته باشه بیرون، این طبیعتاً میتونه که خیلی خیلی به ما کمک کنه. سرطان پنکراس، اونایی که جلوی پنکراس هستن زودی زردی میدن، خب زودتر ممکن تشخیص داده بشن، ولی بدبختانه اونایی که در قسمت دوم لوزالمعده هستن اینا خیلی مشکل میشه که براشون چیز کرد. بعد از داروهای دیگری که همونطور که عرض کردم همین مونجاروه که بین 2.5 تا 15 میلی گرم هست که اونم اینجکشن هفته، اینا اوزمپیک و اینا هفته به هفته استفاده میشه، ولی داروی خوراکی رایبلسوس هر روز داده میشه و اینا باید توجه داشته باشیم که اینا رو بیشتر از یه دفعه بیشتر از یه هفته نزنیم و سعی کنیم هم معمولا در یه روز بزنیم که دیگه حالا خیلی چیز نشه. به طور کلی این داروی منجر نشون داده که حالا ممکن است شرکت های اوزمپیک اینا خوششون نیاد، بسیار بسیار ارجحیت دارن در مورد آوردن مرض قند و این سو چیز رو پایین آوردن هموگلوبین ایوانسی قند سه ماهه و میشه خیلی راحت کمک کرد به مریضا. این بسیار بسیار میتونه کمک بکنه. البته داروهای دیگری هستش که خیلی میدیم. یه چیزی که من میدونم شما در ایران خیلی استفاده میکردین از اون داروهای که سولفانامیده و چی بودش که ایران میدادیم و اینا خیلی شدید چیز میتونن بدن، گلیپیزایدا و گلیپوراید و اینا. یادمون باشه که اینا رو به خصوص در افراد مسن خیلی سریع هایپوگلاسمیا میدن، چون میدونن در ایران به خصوص و در کشورهای دیگه چون دوا خیلی ارزونیه اینو دارن میدن. باید توجه داشته باشیم این داروها رو که اگر میخوان بگیرن 100% بایستی هم کبدشون هم این که نگاه کنن که به سولفا
آلرژی نداشته باشن، هم بایستی توجه بشه که بیماری کبدیشون کلیویشون نباشه، کراتین خونشون بالا نباشه، بیونشون بالا نباشه. این گلیبوراید و اینا، افرادی که اینا میخورن برخلاف اونا که وزن کم میکردن، اینا وزن بالا میبرن معمولا. و چیزه یه زمانی داروهای دیگری هم بود، اکتوز و اینا، و که اونا اشکالات زیادی رو ایجاد کردن. حتی یه زمانی اکتوز و آواندیا رو اومدن در امریکا ممنوع کردن، ولی مجددن من فکر کنم الان اینو باشه. ولی بیشتر از هر چیزی که من فکر کنم در ایران داره استفاده میشه ممکنه اینسولین باشه. اینسولین باید یادمون باشه که بهترین دوایی که برای واقعا مرض قند، اگر که تا اونجایی که من یادمه که حتی قبل از اعمال جراحی اینا اون موقع ما میگفتیم اینسولینه، که به خاطر اینکه اینسولین میتونه خیلی خوب کنترل بکنه. بایستی اگر واقعا کسایی که کمتر از 10 داره شروع میشه، یعنی شروع میشه میبینیم نزدیک های 10 دارن میشن، بهتره که شروع کنیم به انسولین زدن، به خاطر اینکه اگر اینکه نزنیم اشکال میشه. یکی از اشکالاتی که با انسولین هست، متاسفانه انسولین وزن بالا میبره و خطر اینکه هایپوگلایسمی ها بگیره یکی از بدترین و خطرناکترین چیز هست. عزیزی رو در یه بیمارستان عمل کرده بودن برای همین سرطان پنکراس، و اینا اومده بودن و انسولین، چون خب پنکراسی که برمیدارن دیگه انسولین نیست که، طبیعتا باید انسولین بزنن، و من خب با ایشون بودم در آی سی یو. یه دفعه من دیدم که چشای رفت بالا و اینا، نگاه کردیم قندش شده بود 40 و در عرض چند دقیقه بعد واقعا رفت به طرف پایین. خوشبختانه سریع اونجا یه دونه دی 50 یه دونه قنده. کسایی که به طور کلی مرض قند دارن، حالا بعدا باید خدمتون عرض کنم که اینسولین استفاده میکنن، باید یه چیزایی رو با خودشون داشته باشن که این ایجاد اشکال نشه و خطر بزرگی رو ایجاد نکنه. من تازگی تصمیم گرفتم که تا اونجایی که ممکنه چیزا رو کامل بگم، و حتی با اینکه اگه تلفنی چیزی هم هست ترجیح میدم که فعلا این برنامه رو واقعا هر دفعه یه بیماری کامل رو خدمتتون بگم. ولی در با این حال اگر کسایی که امرجنسی چیزی سوالی دارین، هر چی دارین، اگه لازم باشه خط دارین باش بفرمایید. حتی از کجا بگیرم من؟ سلام عرض کردم، بفرمایید. ام بفرمایید. به من گفتم باید تاموکسیفین بخورید و من مطالعه کردم تاموکسیفین خیلی چیزایی بد داره. میخواستم یه کوچولو راجع به این تاموکسیفین لطف کنین صحبت کنین، خیلی ممنون میشم ازتون. بله من ممنون. استدعا میکنم خانم، رو خط بمونین، استدعا میکنم، تمنا میکنم. اصلا راجع به این شما حداقل به احتمال زیاد گفتم 5 سال بعد بخورید، 5 سال باید بخورید، منتها مواظب باشین اگه ساید افکت داشتین برید با دکتر صحبت کنید، نکنین ایجاد اشکال میشه. خواهش میکنم حتما بخورید. خیلی ممنون، متشکرم، لطفتون خدا. خواهش میکنم. خب حضورتون عرض کنم که ما به طور کلی انسولین هم طور که میدونی یه مقدارشون بعضیشون که لانگ اکتینگ یعنی که طولانیه، بعضیشون هم خیلی سریع، همه اون کسایی که اینا رو استفاده میکنن میدونن، و میبایستی کسایی که بخوایم سریع قند بیاریم، اونایی که روی سلایدینگ اسکیل گذاشتن، یعنی چی؟ یعنی گذاشتن که بگیرن مثلا از 0 تا 180 هیچی نزنیم، از 180 تا 250 مثلا 3 تا یا 4 تا بزنین، از 150 تا 200 مثلا، تا 200 مثلا اینقدر بزنین، از 201 تا مثلا تا 250 چقدر بزنین، از همینطور میره بالا. اینا رگولار اینسولین باید استفاده کنن و واقعا اون بهترینش به نظر من از همه بیشتره و
خیلی سریع قند و پایین میاره و خوبه، ولی مواظب باید شین که زیادتر زدنش اینم خطر هایپوگلاسمیش بیشتر میکنه اینو. بعد البته یه دونه چیز اومده که من استفاده نکردم هیچ وقت و جرأتشم نکردم، چون اگرم باشه این اجازه بدیم که متخصصین قدرت اینو استفاده کنن، اونایی که اینهیلش میکنن یعنی مثل میکشن تو دهنشون و اینا، اونام 4.5 ساعت میتونه کمک بکنه. و معمولا شورت اکتینگ هایی که میزنیم اگر که بزنیم اینا رو قاعدتا حدود 7-8 ساعت نگه میداره و دوای یعنی اگه اونا باشه در نتیجه بایستی چند دفعه زده بشه، حتما این چیزهایی که وجود داره. اونایی که متوسطه یعنی مثلا نه خیلی طولانی میشه نه خیلی چیزی، دوازه بین 13 تا 20 ساعت تقریبا اینا طول میکشه. خانم آقایون این مال کامپیوتر نمیدونم چه چیزیه، یه صداییه که مال این یا مال فکسه یا مال چیزی نمیدونم، این وقعی که میاد برنامه معذرت میخوام عذر میخوام چون خیلی واقعا مزاحمه. به هر حال اونایی که متوسطن بین معمولا 13 تا 20 ساعته و اگر این آدما بایستی قشنگ مواظب باشن، بهترینی که وجود داره اینه که اینا هم بین 6 تا 10 ساعت زده بشه، اینم بهتر یعنی اگر که باشه. بعد اون داروهای دیگه است که بین 22 تا 24 ساعته مثل ایمیلین آر یوب، بران اینا چون دکتراتون مسلمن بهتون میگن که چجوری. من واقعا دلم بخواد که اگر این که بقیهش رو فکر میکنم اگر که بریم روی شاید اگر لازم باشه که کامبینیشن متابولیک سیندروم بگم خدمتون، شاید الان مناسب تر باشه. الان شما اگه میخواین خط که نداریم، معلومه که نداریم، بس من این اگر بتونم واقعا دلم میخواد که اونم براتون بیارم چون یه چیزی باشه که حداقل آدم نوتشو داشته باشم که سریع میتونم باتون. خطی که قطع شده خواهش می‌کنم مجددا بگیرین که اگر دوست داشته باشین خط رو بگیرین. متابولیک سیندروم همینطور که عرض کردم خدمتون، چرا دیگه وقت داریم یه رو پاره شاید اینو بتونم همینجوری بگم. متابولیک سیندروم عبارت از اینه که کسایی که شکمشون بزرگه و این افراد معمولا زمانی که ما بهشون چیز میدیم اندازه که میگیریم بین خانم ها بین 80 تا 100 سانتیمتر اینا رو الان نمیدونم دقیقا بهتون بگم که 35 36 80 و 80 و شاید 100 مال آقایون. بران کسایی که شکمشون گنده است که همه ماها که متاسفانه سنامون که میره بالا همه همون شکم همون گنده میشه و کسایی که شکم بزرگ دارن، فشار خونشون بالاست، چربیشون بالاست و قندشون بالاست، این افراد احتمال بیماری های بسیار بسیار خطرناک با کمال تعصب برشون فوق العاده زیاده و این متاسفانه انقدر که این داستان گرفتاری های قلبی، گرفتاری های سکته های مغزی و چیزهای مختلف میکنه اصلا غیر قابل تصوره. در مواردی که شما فشار خون بالا دارین، قند خون دارین، شکمتون بزرگه و چربی خونتون بالاست، این احتیاج به درمان بسیار بسیار تایتی داره. میدونه یعنی چی؟ یعنی که شما بایستی 100%
توی این داستان شما مجبورین که رژیم غذایی درست حسابی بگیرین، شکمتون رو کوچیک کنین، چربیتون رو به شدت بیارین پایین و بفرمه. سلام عرض کردم، بفرمه. خواهش. اینجا بالاخره یه سری اطلاعات خیلی خوب شما ما رو روشن میکنن. خواهش. مزارت شدم به خاطر امروز صحبت هایی که فرمودید. من یه سری مشکلات دارم ولی حالا نمیدونم، اون گفتم با شما مشورت کنم، شاید هم یه نظرتون ببینم برای من چی میتونه باشه. من یه مشکل فرمودید پانکراس، من مشکل پانکراس دارم و بعد هم یه سوال اولم این بود که اگر شما فکر میکنید تا حالا براتون این تجربه بوده که اگر کسی آتورواستاتین در دراز مدت میخورده و اینو قطع کرده میتونه اون چربی که به حسابم میخوردم کمک میکرده و بعدش پانکراس مشکل من قطعش بکنم، بری پانکراسم مشکل درست کنه و کیست درست کنه کنارش. و یه موقع شد من تو کالیفرنیا بودم ولی الان نیوجرسی هم، تا 10 شب من امرجنسی رفتم امرجنسی روم که من خیلی حالم بد شده بود، رفتم تا آزمایش دادن، آنزیم من 2000 شده بود توی پانکراس من به حساب مشکل که درست کرده بود. 4 روز به من اولش که به من مورفین زدن که من درد داشتم نتونم شب بخوام بخوابم، مورفین به من زدن. بعدش هم که گفتن که 4 روز به من هیچی غذای گوشتی و پروتئینی ندادن جز که لیکوید دادن. بعد از 4 روز آروم آروم این آنزیم اومد پایی و بعدش من همیشه این پهلوی راستم دلم میخواد روش بخوابم که درد میکنه بخوابم روش فشار بیاری که من این درد احساس نکنم. یکیه. و بعدش هم فرمودید که مبتلا که در درد بکنه اینا ممکنه اثر دیابتیک باشه، من نداشتم ولی یه چیزی انگاری الان شما فرمودید که من همیشه دستان که همیشه سوزن سوزنی میکنه. و بعدش هم این من دلم دوست ندارم شیرینی بخورم ولی بیشتر اوقات دوست دارم شیرینی به طرف شیرینی بخورم و به طرف مثلا دارم خوابم کیک بخورم یه چیز که شیرین باشه. خب همین مسئله همینه که مطمئنن وزنتون هم اضافه میشه، مطمئنن اینجوری وزنتون اضافه میشه، برای که یکی از اشکالات اینه که همطور که عرض کردم شما این قندو که میخورین میره بالا بعد یه دفعه میاد پایین اشکاله. ولی اجازه بدید من راجع به پنکراس رو اول صحبت کنم. اون که چیز تورم پنکراس حاد داشتین درسته 100% در اون موقعی و غذای مزایی چیزی هم نباید بخورین. از طرف دیگه الان نمیدونم که بهتون گفتن که این تبدیل شده به پنکراس مزمن یا اینکه دیگه کاملا اون خوب شده. این کیستی که کنارش درست شده بود اول 5 سانتی متر بود و بعدش هم که امارای بعدی که از من گرفتن شده بود 3 سانتی متر. 6 ماه بعدش که من تازه امارای دادم دکتر از من حتی اومد نمونه برداری هم از اون کیست کرد گفت شاید سرطانی باشه، گفت سرطانی نیست ولی 6 ماه یه بار باید امارای رو بدی. ولی باز کیست شده بود 2 سانتی متر و نیم. بله شما کی آره پانکراتیک سیست دارین، در نتیجه اون این کار میتونه بکنه. منتها شما برای که گفتین برای چربی خونتون چنده؟ من مشکل چربی اینا که همه یه آزمایش تو من دادم، من جراحی کردم ریدیشن شدم بله ریدیشن برای من همه استخونام الان درد میکنه، استوپروز پیدا کردم. بعد حالا این سر بودید که شاید هم قند باشه، یه موردی که برای من پیش من شاید هم برای شما تازید. من یه چند ماه پیش بود یه باری شد ولی دیگه من اتفاق برام نیفتاد. یه شب من خوابم برده بود غذا نخورده بودم، صبح خواستم بلند شم تا نمیتونم بلند شم، تا بلند میشدم میشستم یه دفعه حالت استفراغ برام پیش میمد، نمیتونم بلند شم سر پا رو تخت که نشسته بودم. و تاثیرم گفتم نکنه سکته بخواب بکنم چیزی، باز گرفتم خوابیدم.
دیدم دینش جان بعد گفتم مثلا قند خونم اومده پای دم دستم آدم بود از یه آدم مثل حبه ای هست شکل قرصه من یه دونه جویدم بعد دیدم بعد فایده نداشت یه دونه دیگه شم خوردم همینجور جویدمش گفتم شاید هم فکر من به حساب عضله صورت هم نزدیک مغز باشه قند خونم اومده باشه پایین اینه تا آدم که جویدم یه خورده خوب شد دیگه تونستم بلند شم سر پا دیگه حالت استفراغ رو نداشتم. حالا اجازه بدید یه سوال بکنم، شما آیا موقع که اینطوری شدین آیا همه چی دور سرتون میچرخید؟ نه هیچی، فقط من حالت استفراغ داشتم. بعد عرق سرد کرده بودی؟ جا؟ عرق کرده بود پیشونی تو اینا؟ نه هیچی، عرق دستات میلرزید؟ من شب که خوابم برده و هیچی نخورده بودم احتمالا صبح من قندم اومده بایی؟ البته اون حالا یه دفعه هایپوگلاسمی میگم، ولی خانم شما اگر کلسترولتون بالاست، شما که قبلا اتروستاتین میخوردین الان که نمیخورین دیگه، درسته؟ نه نمیخورم، من که قبلا که کلسترولم با من، چون توی ایران به این دوتا از پسرم هستش ایران، خود پسر بزرگم دکتره و بعدش هم اون یکی هم که داره هم مهندس برخواه صنعتی شریف مخابراته، تا قده دکتر استادشون بهش گفته شما متابولیسم چربی تو بدن تو بالاست و یه قده ها تو بدن تو درست میشه، من هم از این قده ها دارم. حالا دیگه نمیدونم این به خاطر اون چیز خورتار که میخوردم شاید هم دیگه کم درست نشد، شاید هم اون قده ها درست نشدن و من دیگه قطعش کردم نفهمیدم گفتن این پانکراس من چرا این مشکل ساسود این دیگه. اجازه بدیم من یه چیز درست کنم، شما اگه کلسترولتون آزمایش کردین، اونا که شما داری میگی اینا لایپوما یعنی چربی زیر پوست، اونا با این چیزا آز نمیشه. بله بله، چون دیگه داره وقت تموم میشه دیگه، من از همگی عزیزان خداحافظی میکنم، آرزوی سعادت سلامت برای شما همه عزیزان دارم، آرزو میکنم که این مشکلات حل شه و اون افرادی که واقعا دردسر واسه ملت ایران ایجاد میکنن و عزیزان ما رو میکشن توجه داشته باشن، خودشون هم بچه دارن، زندگی دارن. استدعا میکنیم، تمنا میکنیم، التماس میکنیم مردم ایران اذیت نکنیم. مردم نجیب و واقعا بی نظیر ایرانی رو اذیت نکنیم. شب و روز همگی بخیر. یک وکیل